پینک خواننده مشهور آمریکایی صاحب ستاره‌ای در بلوار مشاهیر هالیوود شد. این هنرمند 39 ساله از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی در دو دهه اخیر است و دستاوردهای ارزنده‌ای در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش بهنود مکری. این مراسم با شرکت همسر، فرزندان، اعضای خانواده، دوستان و طرفداران پینک ترتیب یافت و با توجه به حضور چهره‌های مشهور رسانه‌ای و دست‌اندرکاران صنعت موسیقی و سینما، برنامه‌ای شلوغ و هیجان انگیز بود. پینک که نام واقعی او الیشا بدمور است، فعالیت‌های هنری خود را از سال 1995 آغاز کرد. او تاکنون 7 آلبوم استدیویی در سبک‌های پاپ، راک، R&B و کانتری منتشر کرده. خیلی ها فکر میکردن نام من در بلوار شرمساری ثبت میشه و به جای نمیرسم. ولی میبینید که موفق شدم و الان اینجا هستم. فراز و نشیب های زیادی داشتم و طی کردن این مسیر سخت و دشوار ساده نبود. یکی از مهمان های این مراسم الن دیجنرس، برنامه ساز و کمدین آمریکایی بود که از دوستان قدیمی پینک است. او با چاشنی طنز و شوخی از دستاوردهای این هنرمند جوان قدردانی کرد. اولین باری که پینک رو در کنسرتش از پشت دیدم هنوز یادمه. جای خیلی خوبی نشسته بودم. به خودم گفتم اوف، عجب هیکلی داره. از اون به بعد در همه کنسرت‌ها روی همون صندلی میشینم تا دید بزنمش. پینک تا کنون 20 بار نامزد گرمی شده و 3 بار این جایزه را دریافت کرده. این هنرمند آمریکایی بیش از 50 میلیون آلبوم فروخته و از موفق‌ترین هنرمندان زن صنعت موسیقی جهان محسوب می‌شود. احساس خوبی دارم از اینکه این همه سال در صحنه هستم. در این 20 سال دوران خوشی داشتم و قطعاً این مسیر رو ادامه خواهم داد. پینک علاوه بر خوانندگی، ترانه‌نویسی و تهیه‌کنندگی موسیقی، تجربیاتی نیز در بازیگری دارد. و در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی نیز بازی کرده. بهنود مکری، صدای آمریکا.